خداوند سبحان در قرآن کریم آیه 49 سوره فصلت میفرماید، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر و فیئوس قنوت انسان عزیزان از درخواست خوشی و رفاه خسته نمیشه و اگر بلا یا آسیبی به او برسه به شدت معیوس و ناامید میشه این آیه شریفه به عامل دیگری که رقبت انسان رو به شناختن حقایق تقویت می کند اشاره دارد غریزه منفعت طلبی و زیانگوریزی رسیدن به خواسته های سودمند و بهره برداری از نعمت های گوناگون دنیوی و اخروی همچنین اعتراض از رنج و زیان بیشمار مادی و معنوی در گروه تلاش های علمی و شناختهای های خاصی است دین حق میتونه به تأمین خواسته و منافع و مصالح انسان نه فقط در محدوده زندگی این جهان بلکه ورای اون و در جهان آخرت کمک بکنه و جلوی زیانها و خطرهای فراوانی رو بگیره لذا دین حق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست بلکه پژوهش درباره هیچ موضوعی به اندازه بررسی و تحقیق درباره دین حق ارزش نداره به عبارت دیگه عزیزان هر انسانی فطرتا جویای سعادت و خوشبختی اما دست یافتن به سعادت و خوشبختی بدون آگاهی از حقیقت وجود و آغاز و انجام انسان و جهان و بعد درک مفهوم سعادت و خوشبختی و رابطه مثبت و منفی میان اعمال گوناگون انسان با سعادت ممکن نیست با توجه به تنوع اندیشه ها و سلیقه ها انسان از خودش میپرسه راستی راه صحیح زندگی و دستیابی به سعادت و خوشبختی چیه چرا چون ادیان و مذاهب و ایدئولوژی های گوناگون فراروی انسان قرار دارند از میان این همه ایدئولوژی و دین من کدام رو باید انتخاب بکنم و شکل دیگر این پرسش اینه که از میان این همه گزینه‌ای که به من پیشنهاد میشه دین حق کدومه عزیزان این یک حقیقت است تمام نعمت و کمال دین حق و راه مستقیم سعادت در احادیث حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم افضل الصلاوات و, و از تحیات نهفته است لذا ملاحظه می‌فرمایید مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام بر فراز منبر قرار گرفتن و فرمودن ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه و بالرساله والناس حضرت فرمودن خداوند سبحان حضرت ختمی مرتبت رو به نبوت برانگیخت و از میان بندگان خود اون بزرگوار رو برای ابلاغ رسالات الهی انتخاب کرد پس مواظب باشید ف و ناس و ایاک با تأکید میفرمان مواظب باشید حرفهای باطل در میان مردم خیلی زیاده اون حرفی که شما رو میتواند از ظلمات و تاریکی ها برهاند و به سرمنزل نور برساند کلام حضرت ختمی مرتبت است بعد در ادامه فرمودن و اندنا اهل البیت مفاتیح العلم و ابواب الحکمه و ریا الامر و فصل الخطاب فرمودن کلیده های علم دروازه های حکمت و روشنبینی مورد نیاز برای طی کردن مسیر سعادت و خوشبختی و کلام نهایی و فصل که بعد از اون دیگه سخنی وجود ندارد نزد ماست اگر کسی به دنبال علم است به دنبال حکمت است به دنبال روشنبینی است به دنبال اینه که اون حرف نهایی رو بهش دست پیدا بکنه اینها همه نزد ماست و من یحبنا اهل البیت ینفعه ایمانه و یتقبل منه عمله حضرت فرمودن هر کس ما رو دوست بدارد ایمان او به حال او سود خواهد داشت و اعمال او به درگاه الهی پذیرفته خواهد شد و من لا يحبونا اهل البیت لا ينفعه ایمانو و لا منه عمله فرمودن هر کس ما اهل بیت رو دوست ندارد ایمان او برای او سودی ندارد و عملی از او به درگاه الهی قبول نخواهد شد و این عده ابل لیل و نهار لم یزل گرچه کوشش بکنه شب و روز به اعمال خیر و عبادات سرگرم باش باز در روایت دیگری از مولانا امام محمد باقر علیه السلام وارد شده است که فرمودن شرقا و قربا لن تجد علما صحيحا الا شيئا يخرج من عندنا اهل البيت فرمود برید شرق عالم برید غرب عالم مطمئن باشید هرگز علم صحیح نخواهید یافت چیزی از علم صحیح نصیب شما نخواهد شد مگر آنچه که از ما اهل بیت به دست شما میرسد باز از مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده که فرمودن انظرو اهل بیت نبی کم نگاه کنید به اهل بیت پیامبرتون فلبدو بدو و نستنسرو کم فنسرو هم تنسرو فرمودن کنار اونها قرار بگیرید از اونها جدا نشید اگر از شما یاری خواستن اونها رو یاری کنید تا مورد یاری حضرت حق واقع بشید و تو زرو و گناهان شما و کوتاهی های شما و قصور و تقصیر شما مورد عفو واقع بشه فانهم فا لن یخرجو من هدا اهل بیت اسمت و تارت هرگز شما رو از هدایت خارج نمی کنن و لن یدعو کم الاردا شما رو رها نمی کنن تا در باطلاق گمراهی و زلالت فرو برید ولا تسبقوهم به تقدم مباد و یک وقت از ائمه هدا علیهم صلوات الله و اهل بیت اسمت و تهارت خود رو جلو بیندازید و از اونها سبقت بگیرید فیسرعکم البلا اگر این کار رو بکنید بلا به شما رو خواهد کرد و بر شما مستولی خواهد شد و توش متبکم الاعدا و به واسطه انحراف از اهل بیت اسمت و تهارت مورد شماتته دشمنانتون قرار میگیرید. بر اساس اونجی که خدمت شما عزیزان عرض کردم دستیابی به سعادت و خوشبختی بدون تحقیق درباره احادیث حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله غیر ممکن است چرا چون احادیث اون بزرگواران تنها منبع معارف وحیانی و شرای آسمانی است و تنها راه وصول به سعادت جاویدان است